سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. بعد از سالها اعتراض، برگزاری تجمع‌های پیاپی و تحمل هزینه‌های سیاسی و اقتصادی از سوی جامعه معلمان ایران، مجلس شورای اسلامی سرانجام لایحه رتبه بندی معلمان را تصویب کرد. بر این اساس معلم‌ها دست کم ماهی 8 میلیون تومان حقوق خواهند گرفت. آمارهای رسمی در ایران درآمد کمتر از 11 میلیون تومان را زیر خط فقر رده‌بندی می‌کند. تا زمان تصویب لایحه رتبه بندی شماری از معلم‌ها به خاطر فقر خودکشی کردند. برخی دیگر به خاطر شرکت در تجمع‌ها و بیان مطالبات سیاسی و حتی اقتصادی معلم‌ها در دادگاه‌های انقلاب پرونده دار و زندانی شدند و شماری همچنان منتظر صدور حکم قضایی هستند. در جریان تجمع معلم‌ها در یاسوج، معلمی درباره تبعات سیاسی بی‌توجهی به مطالبات معلم‌ها سخنرانی می‌کرد که معلمی دیگر مقابل او آمد و خطاب به تجمع کنندگان گفت: ما سیاسی نیستیم. اندکی طول نکشید که از جانب سخنران پس گردنی خورد که تو غلط می‌کنی میگی ما سیاسی نیستیم. جدل و جدال این دو معلم موضوع برنامه امروز دیدگاه است. اینکه آیا مطالبات معلم‌ها صرفاً اقتصادی بود یا در زیر متن و چه بسا در رو متن مطالبه جز افزایش حقوق هم داشتند. برای بررسی این موضوع با سعید پیوندی، جامعه شناس از فرانسه همراه می‌شویم. پیوندی، فارغ از نوع مطالبه معلم ها، مشی و روش اعتراضشون در این سالها رو شما چگونه دیدید؟ من فکر میکنم که ما در حقیقت در تجربه اعتراضات مطالباتی معلمان از بیش از دو دهه تا امروز نوعی بلوغ مدنی فوق‌العاده‌ای میبینیم که در واقع برای جامعه امروز ایران دارای اهمیت زیادیه، برای اینکه معلمان با حوصله و علی‌رغم برخوردهای بسیار منفی و غیر سازنده دولت در این دوران طولانی تلاش کردند که کماکان به رفتار مدنی که در همه کشورهای دموکراتیک دنیا وجود داره وفادار بمونن و در حقیقت دولت را در حوزه‌ای به چالش بکشن از جمله که در جزء فرهنگ و عاداتش نبوده. یعنی ما دولتی نداریم که رفتارهای مدنی را بپذیره، اعتراضات مدنی را قبول بکنه، با معترضین به پای میز مذاکره بره، ولی معلمین با خواستای خودشون و با تداوم مشارکت خودشون و از طریق حرکت‌هایی که کاملا مسالمت‌آمیز بودند و بسیار در واقع هدفمند بودند و حول و حوش خواست‌های مشخص شکل گرفته بودند، نشون دادن که در درون جامعه ما نیروهای اجتماعی وجود دارند که در حقیقت نماینده این تفکر جدید، جامعه مدرن، جامعه در توسعه یافته هستند و اتفاقی هم نیست که این توسط معلم‌ها در واقع انجام میشه. تحلیل خود شما از واکنش و پاسخ حاکمیت به مطالبات معلم ها چی آقای پیوندی؟ اینکه حقوق معلم ها رو افزایش دادن، فکر میکنید نشانه عقب نشینیه یا نگرانی حاکمیت از دامنه دار شدن اعتراض معلم ها؟ ببینید، اولا دولت در حقیقت یک گام مثبت به جلو در جهت پاسخ دادن به این مطالبات برداشته، ولی این گام بسیار ناکافی است نسبت به اون چیزی که معلمان میخوان و امروز در واقع حقوق معلمی در جامعه ایران میتونه معنا داشته باشه. برای همینم میشه گفتش که دولت عقب نشینی معینی کرده در مقابل معلم‌ها با توجه به گستردگی و تداوم حرکتشون، ولی همزمان در حقیقت این عقب نشینی، اگه اسمشو بذاریم، بسیار محدوده و اگر یه اراده جدی در واقع دولت و حکومت وجود داشت برای پاسخ دادن به مطالبات مشروع معلمان، میبایست این اشکال دیگه پیدا میکرد، از جمله اینه که این میزان افزایشی که در نظر گرفته شده، یعنی 12.5 هزار میلیاردی که قراره به بودجه آموزش پرورش برای افزایش حقوق معلم‌ها اضافه بشه، این رو در مذاکره با خود معلم‌ها در واقع پیش می‌بردن و نه در حقیقت یک تصمیم گیری از بالا و به صورت آمرانه. در جامعه عده‌ای مصرن که معلم‌ها صرفاً خواسته اقتصادی داشتن. یه عده دیگه برخوردهای امنیتی با معلم‌ها و زندانی کردن اونها رو نشونه سیاسی بودن این اعتراضات میدونن. نظر شما چیه آقای پیوندی؟
البته معلم‌ها در حقیقت در حرکت‌های مطالباتی دو دهه اخیر علاوه بر خواست‌های اقتصادی که همیشه به هر حال یه بخش مهمی از مطالبات اونا رو تشکیل می‌داده، خواست‌های دیگه‌ای هم داشتن که مربوط می‌شده به نحوه اداره نظام آموزشی ایران، فضای مدارس، در واقع نوع نگاه امنیتی به مدارس ایران، تجهیزات که در مدارس وجود داره و یا به خصوص مسئله ادارت آموزشی و اینی که حدود یک چهارم دانش آموزان ایران پیش از رسیدن به پایان دوره آموزش اجباری چرخه آموزش رو ترک می‌کنن. اما همزمان در واقع این بیشتر برخورد حکومت با این مطالبات مدنی هست که در عمل در واقع اونا رو از اون چه که شاید هستن سیاسی تر می‌کنه. یعنی در یک نظام بسته سیاسی هر حرکت کوچیکی هم میتونه ابعاد سیاسی یا معنای سیاسی پیدا بکنه، در حالی که همین حرکت در یک کشور با نظام باز و دموکراتیک در حد حرکت صنفی میمونه و معنای سیاسیش همیشه بسیار محدودتر است. ما در ایران با چنین پدیده‌ای سر و کار داریم، به خصوص اینکه نوع واکنش حکومت، سرکوب معلم ها، زندانی کردنشون، حتی گاه دستگیر کردنشون سر کلاس و تمام اون اتفاقاتی که حول و حوش این جنبش افتاده و میفته نشون میده که دست کم برای حکومت این حرکت ها فراتر میرن از یه موضوع صنفی اقتصادی. بقیده شما پیرو صحبتتون آقای پیوندی، نگرش حکومت به معلم ها چقدر سیاسیه؟ اساسا معلم در نظام جمهوری اسلامی چه تعریف و کار کردی داره؟ مسئله اساسی در واقع رابطه‌ایه که بین آموزش به طور کلی و مسائل سیاسی، نظام سیاسی و ایدئولوژی حاکم بر یک جامعه وجود داره. یعنی در حقیقت در ایران نگاهی که حکومت به آموزش داره اینه که نظام آموزشی مدارس ایران تنها وظیفه یا اصلی ترین وظیفه‌شون اینه که سربازان ولایی تربیت بکنن و نسلی رو تربیت بکنن که کاملا وفادار به جمهوری اسلامی و نظام ارزشی جمهوری اسلامی باشن و کاملا در واقع یه نوع شستشوی مغزی رو در واقع در مدرسه به اونا پیشنهاد میکنه. حالا اگر معلمانی با این شیوه برخورد حکومت با ابزاری کردن آموزش به این ترتیب مخالف باشن و بخوان به نحوی مقاومت بکنن و اون چیزی که حکومت میخواد در عمل به وجود نیارن، خود به خود در واقع یه شکاف به وجود بین معلم ها و نظام آموزشی، معلم ها و دولت و این اتفاقی که در ایران افتاده، یعنی این بدبینی حاکمیت به بخشی از معلمان، تحمیل همه اون کنترل های ایدئولوژیک و امنیتی در مدارس از زمان آموزش معلمان تا زمان کارشون، همه اینا برمیگرده به این عدم اطمینانی که حکومت به کارکرد معلمان داره، برای اینکه اون معلمان میخواد که سربازان ولایت فقیه و سربازان صاحب زمان باشن از نظر اون و کسانی را با همین فرهنگ تربیت بکنن، در حالی که معلم ها ضرورتا در داخل این چارچوب جا نمیگیرن و افراد مستقلی هستن که میتونن برای مثال بخوان دانش آموزانی پرسشگر، روشنبیر و آزاداندیش تربیت بکنن. اینکه کمترین سهم از بودجه سال 1401 در بین وزارتخونه ها به آموزش و پرورش رسیده، در حالی که نهادهای مذهبی و تبلیغاتی رقمی به مراتب بالاتر از بودجه سهم بردن، چه تصویری از نگاه حاکمیت به مسئله آموزش و پرورش میده؟ آموزش و پرورش امروز در آخرین بودجه دولت حدود 10% هزینه های دولت رو در بر میگیره که این کمتر از، یعنی اگه مقایسه کنیم با کشورهای متعارف دنیا با یه نظام آموزشی نسبتا خوب، میشه گفت که حدود 2 برابر کمتر از به طور نسبی جای دیگه است و این در خرجی که ما در تولید ناخالص ملیمون برای آموزش میکنیم هم بازتاب پیدا میکنه. ما کمتر از 3% از تولید ناخالص ملیمون رو برای آموزش خرج میکنیم، در حالی که در کشورهای پیشرفته دنیا بین 6.5 تا 7% هست این رقم. میشه مثال های دیگه هم زد، ولی در مجموع اون چی که از در واقع بودجه های دولت در سالهای گذشته میشه فهمید اینه که دولت اساسا به آموزش به عنوان یک اولویت اساسی برای توسعه ایران، برای آینده ایران و یک سرمایه گذاری اساسی برای آینده نیروی انسانی و جامعه نگاه نمیکنه و بیشتر به عنوان مخارج نگاه میکنه. برای همین هم وقتی نگاه میکنید به رشد این بودجه در سالهای گذشته، ببینید که دائم این رشد منفی بوده نسبت به بودجه های دیگر، هرچند که حجم این بودجه زیاده ولی رشدش با توجه به نیاز وضعیت آموزش ایران رشد بسیار ناچیزه و من فکر میکنم که یه نوع میشه گفتش که بی‌توجهی به آموزش به عنوان یک واقعیت جدی در نظام سیاسی ایران وجود.
آقای پیوندی، در آخر میخوام از اون سوی دید معلم ها ازتون سوال کنم. دانش آموزانی که شاهد تلاش و تقلای معلم هاشون برای دسترسی به حداقل ها بودن، چه تصویری از مفهوم آینده، از مفهوم تحصیل و وطن در ذهنشون نقش خواهد بست؟ در حقیقت من فکر کنم یکی از اون پدیده‌های بسیار آسیب شناسانه‌ای که نظام آموزشی ایران در دهه‌های گذشته تجربه کرده اینه که معلمان ما به خاطر وضعیت معیشتیشون و همینطور به خاطر تجهیزات بسیار کم مدارس و بی‌توجهی‌هایی که از نظر امکانات و نوع برخورد به معلم‌ها و دانش آموزا به مدارس شده، میشه گفت یه نوعی در واقع یه شرایط بحرانی رو به طور منظم زندگی میکنن و اون فضای سالم و سازنده و خلاقی که باید در مدارس وجود داشته باشه برای اینکه دانش آموز در این فضا تنفس کنه، رشد کنه، خلاقیت خودش رو نشون بده، به آینده امیدوار باشه، اینها در واقع از این مسائل خبری نیست و خود این برای یک نسل من فکر میکنم که چیز بسیار دردناک است. یعنی زندگی کردن آموزش در این فضا برای نسل جوان زندگی کردن با رنج هست، با دیدن در واقع مشکلات هست و ما نسلی خواهیم داشت که با این نگاه منفی نسبت به آینده و فضای کشور تربیت میشه و اتفاقی وقتی که به آخرین نظرخواهی که در رسانه‌ها منتشر شده مراجعه میکنید ببینید حدود نیمی از این نسل آرزو داره که از ایران به جای دیگه دنیا بره و این یک فاجعه برای آینده ایران. سپاسگزارم از شما سعید پیوندی، جامعه شناس از پاریس، فرانسه. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. ممنون که با ما بودید.